به مناسبت افتتاح این پروژه بزرگ از هیئت رهبری وزارت محترم شهرسازی و مسکن به ویژه برادر بزرگوار وزیر صاحب شهرسازی و مسکن مولوی حمدالله نعمانی صاحب و از شرکت MCC و IPPR چین از صمیم قلب تشکری نمایم و بر شما واضح است که الحمدلله امارت اسلامی افغانستان بعد از حاکمیت الحمدلله در ابعاد مختلف و در ساحات مختلف پیشرفت های چشمگیری داشته است. از همه اول تأمین امنیت نعمت بزرگ الهی است که الحمدلله بعد از سالها ملت افغانستان از آن برخوردار است و فساد اداری که مصیبت دیگر بود الحمدلله برچیده شده و مواد مخدر که هم ملت افغانستان و هم همسایه ها و کشورهای منطقه همه از آن رنج می بردن الحمدلله در افغانستان دیگر کشت، زراعت و قاچاق و استعمال همه از او منع شده است و معتادین الحمدلله جمع‌آوری شدند. پروژه های اقتصادی بزرگ مثل کانال قشتیپا و سرک های حلقوی و دیگر پروژه های بزرگ مثل فاز اول کابل جدید و امروز افتتاح پروژه نیلاباغ یک مش نمونه خروار مثال های از اونها است و اینجای نهایت خوشحالی است که امروز با واسطه همکاری کشور همسایه ما و با واسطه شرکت MCC و IPPR امروز شرکت پروژه بزرگ نیلاباغ که در فاز اول 1400 آپارتمان بنا می شود و برای تخمیناً 5000 نفر مستقیم و غیر مستقیم کاریابی و اشتغال زایی می گردد در اینجا و از طرف کشور همسایه ما در اینجا در حدود 71 میلیون دلار بلاعوض سرمایه گذاری می گردد. واقعاً جای نهایت خوشحالی است و انشاءالله ای آغاز و شروع پروژه های انکشافی است. در جریان این سال انشاءالله همچنانی که برادر بزرگوار فرمودند قبلا دیگر سکتور خصوصی داخلی ما و همچنان کمپنی ها و شرکت های مختلف از کشورهای مختلف در اینجا انشاءالله سرمایه گذاری خواهند کرد. ما هم از جانب خود کلان به همه اطمینان می دهیم انشاءالله همه شرایط برای سرمایه گذاری در داخل افغانستان مهیا است، امنیت تأمین است الحمدلله و سرمایه هر سرمایه دار در اینجا محفوظ است و شرایط برای استثمار در اینجا کلان مهیا است و امارت اسلامی افغانستان همیشه واضح ساخته است که ما با همه همسایه های خود و با همه کشورهای منطقه و فرامنطقه خواهان روابط حسنه و روابط نیک هستیم و هیچگاه انشاءالله افغانستان پرابلم و مشکل برای همسایه ها و برای دیگر کشورها نخواهد بود و مخصوصا در رابطه با همسایه بزرگ ما چین ما اطمینان میدیم که امارت اسلامی افغانستان همیشه حامی ون چاینا پالیسی
خواهد بود. ما همیشه چین واحد را تایید میکنیم و همچنان وان بیلد و وان رود را ما همیشه حامی از او هستیم و خواهان از او هستیم که افغانستان از کریدورهای مختلف با وان رود و وان بیلد وصل شود تا ما با هم بتوانیم، چون که با هم همسایه هستیم، مردمان ابی خطه هستیم، ما همیشه ما با هم زیست خواهیم کرد و قبلا هم با هم هیچگاه بین چین و بین افغانستان هیچ وقت مشکلی نبوده است و در آینده هم نخواهد بود. ما انشاءالله امیدوار هستیم که کریدور واخان هم انشاءالله خلاص شود، ما دیگر مستقیم با هم دیگر وصل باشیم، رفت و آمد و مخصوصا رفت و آمد تجارتی از این طریق هم در داخل افغانستان هم با کشورهای آسیای میانه و با جمهوری اسلامی ایران و حتی با کشورهای اروپایی از این طریق رفت و آمدها شروع شود. ما انشاءالله امیدوار هستیم که خط ریل در این ساحت ساخته شود و سرک به شکل اساسی در اینجا جور شود. همیشه ملت های این منطقه با همدیگر صلح‌آمیز زندگی داشته باشند و از ترقی و پیشرفت همدیگر استفاده بکنند.